درود بیکران پاینده ایران خیلی ممنون که با من همراه هستید در این بخش من عکسی ندارم که خود تلاش میکنم توی 7 8 دقیقه در مورد بحث‌های برجام یک نگاهی بکنیم دور تازه مذاکرات آغاز شده در وین و آقای باقری کنی رفتن و جلسات داره انجام میشه در حوزه برجام قبل از اون درود میفرستم به شما که برنامه من دنبال میکنید در سطح گسترده پخش میکنید باز تکرار میکنم خواهش میکنم حمایت مالیتون رو یک مقدار کمتر بکنید به خاطر که واقعا نیازیست خیلی عزیزان باز ما اینو میگیم در هفته گذشته مبالغ قابل توجهی به این برنامه کمک شده خیلی ممنون واقعا انرژی میگیرم ولی شرمنده میشم و لطف میکنید که کمتر کمک کنید چون واقعا نیاز مالی وجود نداره و ما بیشتر پیپل رو گذاشتیم واسه اینکه خیلی ها دوست دارن کمک کنن تو برنامه خودشون خوششون میاد خب بالاخره کمکی هم که میشه آدم علاوه بار مینویش احساس میکنه که بینندهش واقعا انقدر براش ارزش قائل شده کمک کنه ولی مبالغ سنگین نفرستید واقعا هم من شرمنده میشم هم, هم, نیازی نیستش دیگه بگذاریم در مورد برجام خب ما همیشه گفتیم این برجام نظریاتمون مشخصه این برجام هم هیچ وقت امضا نخواهد شد خواهید دید بازم فکر می کنم یعنی واقعا بعید میدونم که بخوای به یک توافقی برسیم چون نیازی هم نیست که به توافق برسیم اما دور تازه مذاکرات یه خود عجیبه چین هست روسیه هست یه جورایی آمریکا هست آمریکا به صورت غیرعلنی علنی بیچاره این آقای مورا هی hey, از هتل ایران میره به هتل آمریکا خبر میبره و اینا و خیلی این روزها دوندگی آقای مورا خیلی زیاد شده معاون آقای چیز هستش این مورا معاون اون یارو جوزف بورل هستش که رئیس بخش سیاست خارجی اتحادیه اروپا است خیلی این روزا بحث زیاده ولی سه کشور اصلی فرانسه انگلیس و در حقیقت آلمان که امروز معروف شدن به کشور ای حاضر نشدن در مذاکرات حضور پیدا کنن و گفتن پیشنویسی آماده شده و این پیشنویس غیر قابل مذاکره و یک بیانیه تقریبا شدید و لحنی خطاب به ایران دادن وقاحتشون رو میبینید وقی وقی هن اینا واقعا وقی هن من بخشی از این بیانیه شدید و رو سه خط نگاه کنیم چی گفتن گفتن گفتگوهای امروز در وین جایی برای دور تازه از چانه زنی ها نیست یعنی به ایران میگه نه اینجا چونه زنی ها ما یه چیزی نوشتیم همینو بعد دیگه قبول کنیم البته بحثا مطرحه که این پیشنویس با خود بحث ایران هم بوده یعنی ایران هم دخیل بوده به یک چیزی رسیدن میگن دیگه هم نمیشه چونه زنی کرد میگه این گفتگوها الان که دور تازه مذاکرات در وین میگن مذاکره در حقیقت نیست در حقیقت بررسی فنی ماجراست بررسی فنی توافقاته میگه از ایران میخوایم که درخواست های غیر واقع بینانه و خارج از چارچوب برجام را مطرح نکنه حالا درخواست های غیر واقع بینانه رو بررسی میکنیم میگه ایران باید همین حالا و تا زمانی که هنوز ممکن است تصمیم بگیرد که توافق را نهایی کند نه نشد دیگه نشد این دو خط تا آخرش من یه را اذیت میکنه اولا اینکه میگه که درخواست های غیر واقع بینانه و خارج از چارچوب برجام درخواست اصلی ایران شاید الان خیلی ذهنشون بره به سپاه لیست مثلا نام سپاه لیست تروریستی در نه نه اصلا اصلا این یه بحث دیگه دعوایی که الان وجود داره تضمینه آقا الان شما دو سال دیگه رئیس جمهورتون عوض میشه چه تضمینی وجود داره دوباره دا آش همین آش و خود اینا خیلی جالبه کشورهای ای به خصوص علنی و حتی دولت بایدن اون مرتی که چیزی که آوردن رابط مالی رو که آوردن علنی در جاهایی گفته نگه که ایران وقتی وارد این توافق میخوایم برسیم این توافق رو دو ساله فرض کنه یه انگشتیه بین این دوتا انگشتر هم رابط مالی استوار وسط فرق سر کچلت یعنی چی دو سال فرض کنه آقا قرارداد داری میبندی ما یه ولایت فقی داریم یه پادشاهی داریم خامنه خیالتون راحت رئیس جمهور هم عوض شد تضمین میدیم این قرارداد پایمال نمیشه شما چی میگه نه ما نمیتونیم بدیم ما تا دو سال دیگه تضمین میدیم این درخواست غیر واقع بینانه است آقا ما بر الان چوب سیستم فشل آمریکا رو بخوریم ما به هزینه سیستم دموکراسی عقب افتاده تکرار میکنم دموکراسی عقب افتاده ی آمریکا رو بخوریم شما هر چهار سال یه بار از اوباماتون میره با ترام از میاد به بایده بعد و بدتر میاد روی سیستمتون حق غلطی میخوام بکنم ما به حزینه شو بدیم خب مثل بچه آدم سیستم رو پادشاهی کنید یه پادشاه بشینه بفهمیم با چه خریم ما اونجا طرف حسابیم میگه نه ما هر چهار سال یه بار همه چیزمون خب به ما چه پس تو من با آمریکا نیست قرارداد دارم میبندم مسخره بازی این سیستم ایران نباید هزینه دموکراسی عقب افتاده یه قرون وسطاییتون رو بده گفتم دموکراسی قرون وسطایی واژه‌ای جالبی رو اختراع میکنن چون دموکراسی مال در اون زمانیه که این یونانی ها در باستان یونانیان باستان دموکراسی داشتن بین اشراف داده حالا کاری ندارم که فقط بین اشراف داده اونم فقط اشراف های مرد با همدیگه اونم چرا دموکراسی تا نشان دهنده عقب افتادگی است اینم بگم خیلی جالبیت پرانتز کوچیک باز کنم دموکراسی در یونان اختراع شد چون احمقا این چیزای چشم آبیای موبولون با همدیگه کنار نمی اومدن انقدر به هم حسادت داشتن چوب تو آستین همدیگه میکردن چون با هم کنار نمی اومدن. گفتن آقا اشراف زادگان آقا دمت گرم یه اومد زنده باشید با همدیگه میگفتن آقا با همدیگه نظر بدیم اینا چون با هم کنار نمی اومدن ولی اون موقع ما ایرانی‌ها برعکس امروزمون که دو تا سوپرمارکتی بغل هم میزنیم زیرا به هم رو میزنیم اون موقع ما ایرانی ها طبقا در زمان باستان خیلی نزدیکتر به هم بودیم همدیگه رو قبول داشتیم یک ریش سفیدی رو بیکردیم پادشاه و بهش م... یه سری هم مشاوره می به عنوان انجمن مهستان و مشاوره یک سری افرادی که به حال نخبه بودن به پادشاه تصمیم گیری جمعی که مثلا پادشاه میکرد همه قبول میکردن تصمیم هم اگر اشتباه بود دوباره مشورت میکردن ولی همدیگر قبول داشتیم اینجوری نبود که مثل سگ و گربه به جون هم بیافتیم نیاز داشته باشیم دموکراسی داشته باشیم دموکراسی یعنی عامل عقب افتادگی کشورهای غربی دموکراسی نماد بربریت غربه خب ما بچو بشو بخوریم درخواست های غیر واقع بینانه کسی داره از این جنبه گفته اونایی هم که حسادت میکنن به برنامه من هر چقدر برید پشت های اکادمیک هر چقدر بگیر آقا ما دانشگاهی پشم صورت من نیستید میدونید چرا؟ چون شماها دموکراتید تهش شما اصلاح طلب شما چپ ها شما فلانیا. حتی بخشی از حواده نظام تهش دموکراتید آدم دموکرات نمیتونه فکرش باز باشه بنده هیچ وقت دموکراسی رو قبول نداشتم من کتاب میخونم مطالعه میکنم و میاندیشم چون میاندیشم دموکرات نیستم کسی <applause> که دموکراته یعنی چی؟ یعنی مستقل فکر نمیکنه یک پکیج آماده ارزش های غربی رو که پکیج نوشته شده ایست و پذیرفته نه من این پکیج نوشته شده ارزش های غربی رو نمیپذیرم میدونی چرا چون فکر میکنم خیلی حرف میزنم ما دیدی فکم تونتون کار میکنه بیشتر از حرف زدن در خلوت و تنهایی خودم فکر میکنم تنهایی باعث میشه تولید فکر بشه تو کافرو و تو نشستن تو پارتی و اینا که فکر تولید نمیشه بگذریم پس درخواست های غیر واقع بینانه اینا چیست میگه شما از ما در انتظار نداشته باش که ما مثلا یه قراردادی می‌بندیم تا ده سال دیگه بهتون تضمین بدیم ما تا دو سال دیگه نهایتا تضمین بدیم چرا چون دموکراسی در آمریکا چون در دموکراسی نفر بعدی ما تضمین نمیتونیم بکنیم چه... چه, نظری داره پس وقتی که شما نمیتونی تضمین بدید نفر بعدی رئیس جمهور آمریکا پایبند به یک قرارداد بین المللی باشه باید ادرار کرد در اون دموکراسیتون باید ادرار کرد در اون دموکراسیتون ما باید چوب دموکراسیتون رو بخوریم این قشنگ از این جمله بخش بعدی میگه ایران باید همین حالا و تا زمانی که هنوز ممکن است تصمیم بگیرد که توافق را نهایی کند برای ما زرب و العجل تعیین نکنید برای ما زمان تعیین نکنید زمان در دست ماست و به نفع ماست جنگ روسیه و اوکراین باعث میشه ما برای شما زمان تعیین کنیم مگه ما الان به نفت شما احتیاج داریم سوخت روسیه رو نمیخواید شما محتاج سوخت ایران هستید که نفت ایران وارد بازار بشه نفت ایران وارد بازار نشه یعنی شما نفت ندارید چرا ولی قیمت نفت خیلی بالا میره برای کنترل نفت بین المللی نفت جهانی و نگه داشتن بحثای قیمت در اوپک شما نیاز دارید با ایران کنار بیاید و به بهانه کنار اومدن با ایران شماهایی که میخواستید نفت ما رو فروش نفت ما رو به صفر برسونید نفت ما رو وارد بازار جهانی کنید پس برای ما زمان تعیین نکنید ایران است که برای شما زمان تعیین میکند و امیدوارم تیم آقای امیر عبداللهیان همچون تیم آقای جواد ظریف خیانت نکنه امیدوارم حاضر الان نا... میگن آقا شما نمیتونی چی, چی رو عوض کرد؟ امیدوارم تا زمان نمیدونم پشت پرده چه خبره چون همه چی رو نگفتن امیدوارم چیزی که پشت پرده در میاد خاص ملت ایران و گرفتن تضمین های لازم باشه شوخی تو این زمینه نباید داشته باشیم و این ضرب عجل اعلام کردن ها و آی آی شما دیگه نمیتونی نه ما سواره بازی هستیم شما نیاز دارید نفت ایران وارد بازار جهانی بشه شما ما متعین تکلیف میکنی شما نمیتونی تضمین بدید به خاطر دموکراسی فشلتون ما باید جوابگو باشیم <applause> ما بر هزینه بدیم خیلی درخواست غیر حتی برگشتن بهشون گفتن که آقا جان الان تو این دو که ما قرارداد اگه چیز بشه یه سری شرکت ها حتی ببینید ایران چقدر کوتاه اومده متاسفانه گفتن آقا یه سری شرکت های اروپایی میان تو ایران کار کنن دیگه گفتن آره بعد از اینکه ما به توافق برسیم گفتن شما تضمین بدید اگر رئیس جمهور بعدی آمریکا از برجام اومد بیرون این شرکت ها مشمول تحریم نشن همین حرفم هم را. همین حرفم هم. تیم امیر عبداللهیان داره اشتباه میکنه میگه از نظر من اما حتی طرف غربی به همین حرف عقب نشینی ایران هم لبک لب نگفته گفتیم آقا دو سال دیگه ما میدونیم رئیس جمهور بعدی آمریکا آقا دوباره برجام میاد بیرون باشه شرکت های اروپایی که میان تو ایران تو این دو سال کار میکنن آمریکا این شرکت ها رو تحریم نکنه که اینا کارشون رو ادامه بدن که اینا مجبور نشن از ایران برن همینم قبول نکنن آمریکایی‌ها به ما غربی‌ها میگن آقا درخواست‌های غیر واقع بینانه نداشته روشید ما الان با هر شرکت اروپایی قرارداد ببندیم شش ماه طول میکشه تا اینا بیان تو ایران کارو شروع کنن. بعد از یک سال و نیم بعدش آمریکا رفت بیرون اینا دوباره میخوان برن آقا آش همون آش کاسه همون کاسه دوباره خرج و باقلی بار کن. مثل شرکت توتال اومد هنوز کارو شروع نکرده ترام رفت بیرون اینام رفتن. منترتونه مگه ایران. منتر شما هست مگه ایران. مگه ما مسخره دموکراسی فشل شمایی مثل بچه آدم یه قرارداد ببندی تمامش کنید دیگه تضمین نمیتونم بدم من مسئولش نیستم ایران مسئولش نیست قرمتون برم پاینده ایران ببخشید یه خورا اصلا میشه خیلی پرنوان بیانیه شدید و لحن و اینا میدن ما باید برای شما بیانیه شدید و لحن آینده پاینده ایران و بدرود ببخشید